خب آیا می دانید از سوزاندن نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی گاز کربون دیوکسید تولید میشه؟ در نتیجه درصد کربون دیوکسید از مقدار طبیعی اون در هوا بیشتر و هوا آلوده میشه. همونطور که گفتیم در هوای پاک بچه ها سه درصد کربون داشتیم اما توی هوای آلوده به خاطر اینکه حاصل سوختن نفس و سنگ و گاز طبیعی هست مقدار کربن دیوکسید بیشتره اما راه های دیگر استفاده از انرژی شیمیایی مواد چی هست؟ گفته که تیغه مسی حتی سکه مسی هم میتونید استفاده کنید و یک تیغه آهنی یا چند عدد میخ آهنی رو در نظر بگیرید بچه ها به نظر تو آیا این مواد انرژی شیمیایی نهفته دارن؟ اگه اونها رو به هم متصل کنیم چه اتفاقی میفته؟ آیا سوختن تیغه آهنی یا مسی روش مناسبی برای به کارگیری انرژی شیمیایی اونها هست؟ آیا می توان انرژی شیمیایی اندوفلز رو به انرژی الکتریکی تبدیل کرد؟ بله بچه ها ما میتونیم انرژی شیمیایی موجود در فلزات رو به انرژی الکتریکی تبدیل کنیم و ازش استفاده کنیم. اما سوختن روش مناسبی نیست بچه جواب سال قبل رو دارم میگم که افته آیا سوختن تیغه مسی روش مناسبی برای بکارگیری انرژی شیمیایی هست؟ خیر چرا؟ چون ما برای سوزاندن تیغه مسی یا فلز آهن یا بقیه فلزات باید اینقدر انرژی مصرف کنیم تا اونها آتش بگیرن، شعله ور بشن و بعد مقدار گرما و انرژی که به ما میدن کمتر از اون انرژی هست که ما مصرف کردیم تا اونها بسوزن. یک آزمایش داریم، چند عدد تیغه مسی، چند عدد تیغه آهنی، نوار منیزیوم چند عدد لیموتور، سیم برق، لامپ الیدی یک ولتی. خب بچه ما باید با اینها لامپ رو روشن کنیم. چه کار میکنیم که لامپ رو روشن کنیم؟ میایم تیغه های مسی، تیغه مسی و تیغه آهنی رو جوری در لیمو ترش فرو میبریم که با هم در تماس نباشن. یکم فاصله داشته باشن اما نزدیک به هم باشن. بعد یک سر سیم رو وصل میکنیم به تیغه مسی، یک سیم دیگه وصل میکنیم به تیغه آهنی و سر دیگه اون دو تا سیم رو وصل میکنیم به LED و میبینیم که این لامپ دو ولتی ما لامپ LED ما روشن میشه بچه ها. و اینطوری ما انرژی شیمیایی اونها رو به کار میگیریم فکر کنید برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد به جز سوزاندن آنها چه روش های دیگری هست بله همون طور که گفتیم غیر از سوزاندن که میشه تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی ببخشید به انرژی گرما و نور ما میتونیم از طریق تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی و همچنین تبدیل انرژی شیمیایی به کار هم از این انرژی ها استفاده کنیم از انرژی ذخیره شده خب گفته همونطور که دیدید اگه فلزهای مس و آهن رو در شرایط مناسب به طور غیر مستقیم به هم متصل کنیم میشه انرژی الکتریکی تولید کرد و در واقع ما با این کار یک باتری میسازیم یک باتری میوهی در اینجا هم تغییر شیمیایی رخ میده و انرژی شیمیایی مواد به انرژی الکتریکی تبدیل میشه بچه ها پس توی این آزمایش ما هم یک تغییر شیمیایی صورت گرفته